همگی بچه‌ها به کانال پوریا پوتک خوش اومدید. چطورید کلکسیا؟ به یاد قدیما تیشرت صورتی اون پوشیدم، طرفدارای خیلی خیلی قدیمی میدون که از این تیشرت رو میدونن، جز اولین ویدیوام این تیشرت رو میپوشیدم. و اما ویدیو امروز، قبل از اینکه لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید و اینکه سابسکرایب کنید، راو تو ساتکا چیزی نمونده. ویدیو امروز در مورد بهترین گیم پلی ها پلی های استریمر های عزیزمونه. همونجور که میدونید ایران کلی استریمر فعال داره تو توییچ، یکی از یکی بهتر هر کدوم یه بازی رو میکنن، یکی وارزون، یکی پابجی، یکی فورتنایت، یکی ایپکس، یکی بازی‌های داستانی. خلاصه کلی استریمر خفن داریم و اینکه ازشون حتما حمایت کنید اگه در توانتون هست. چون فکر نکنید کسی که میشینه پشت کامپیوتر بازی میکنه خیلی آسونه، نه، در از کل زندگیشو اون پشت میگذرونه و شاید دوست دخترش ازش خمگین شه، شاید به خریدای خونه. خلاصه هزار تا چرت و پرت اشغال. بریم با هم این ویدیو جذاب و زیبا رو در کنار گل گلاب ململانی به قول اون دوست عزیز چه جهانی ببینیم. خب بچه ها میریم سمت اولین وان. ببین من خیلی از استریمرها رو شناختم، بعد اینکه دوتا ویدیو در مورد استریمر ساختم خیلی هاشون شناختم. بریم اولی، این علی زلزل است، مطمئن بودم فقط فیفا بازی میکنه. یا علی، واقعا گلت قشنگ بود. اولتیمیت بازی میکنه، یعنی این کیه؟ بچه بالا آیدیاشون هست، این رنبوه. چه روونه، بعد میگم پینگ بده تو ایران، این شاید ایران نیست. قربونت برم آبجی می ببخشید شوخی بود ماستر، قاطی نکنی. چی چی پل پلی سام ساباری و دیگه میشناسم، بارزونباز قهار. چه کرد؟ بپر رو تخت، من خوشم میاد این کیل میگیره میپره رو تخت. این کیه؟ ایمان، نگو میمیری دیگه، فیلم چیست که زد نو اسکوپ بکنم زد. کانتر هنوز بازی میکنن؟ من دارم بچه کانتر رو بازی بری نمیکنم، حواس کردم امشب به جای اپکس برم کانتر. پیت چیه؟ پیت پول اونجا؟ نایف کار بود، نامردی بود، نوب سگ بود. میدونست پلشم بیرون نیست خونه ایمو. یا علی وای وای، این چیتره؟ نه تهمت نذارم، تهمت نمیذارم، فقط تو مسابقات چنین صحنه ای رو دیده بودم، ببخشید اصلا هم چیتر نیست. من فقط تو مسابقات یه کانتر باز خیلی معروف از عینکی اسمش یادم نمیاد همین جوری میکشه، همین جوری. He needs a multi kill. First found. Twist aggressing. They have to double peek. He's getting his shot. He's hitting another one. Simple. No, simple. That's unbelievable. What in his name? Number one in the game. منو ببین، من شوکه شدم. دو ساعت میدونی چرا افرشتن؟ دو تا دو، ما استریمرهای دو تا دو داریم آخ جون. یه نفرش اینا میشتاسم، اسمش چی بود؟ نمیم شادو بود، نه یه چیز دیگه بود یادم نیست فلش. ماشالله اورسا خیلی سخته، بدم میاد از این هیرو، ولی دمش کم داره خوب بزن. بکشش تو رو خدا، وارلوکو بزن، مرسی. بچه دوتا مادر بازیه، دوتا برای پلیرهای مغزه. این بازی مغز میخواد، مثل سیمز نیست. همون بهتره برید سیمز بازی کنید. دوتا وا اینم بزن، بزن دیگه، مرسی. اولترا وا این فرار میکنه، آنتیمج نامرد، تو رو خدا بهش برس، تو رو قرآن نکشینش، بذاره دورتا بزنه، نامرد نباشید عوضی ها. ناراحت نشید اشکال دارم، دوتا واقعا بازی مغز، جدی دارم. ما خودمون وقتی دوتا بازی میکنیم یکی رو میکشیم، واسه اینکه مثلا تاکسی بازی بخوام در بریم بهش میگم برو فورتنایت بازی کن، یا مثلا بهش میگم برو همون سیمز پلی بده. عمرن نمیشه تو یه هفته دوتا رو یاد گرفت، حتما بیاین تو دوتا. من دوتا با خیلی از طرفدارام بازی میکنم. به به، هپکس باز اومد. طوفان، طوفان اسمش. یو علی، آر 99 رو پیس کیپر داره مثلا. مرسی مرسی. اوه فینیشرم زد، باریکلا طوفان، من نمیشناسمت ولی دمت گرم قشنگ بازی کردی.
مهران کلاوز کلاو نه با کلاو کلاو از افت حاجی چجوری داره میزنه؟ نگاه کنید با این سی سی داره بدون اسکوپ میزنه بابا دهنت گرم دهنت و سرویس لیدر شد من هیچ وقت این اسلحه رو نمیگیرم بیلد من بچه تو اپیکس یک قسمتش مخصوص نوبا سپید فایره ولی یک قسمتش جی 7 این دوتا است من جی 7 رو خیلی دوست دارم تازه از سیزن 9 به قدرت این اسلحه پی برد میدونم خیلیاتون نمیفهمید چی میگم چون الان وارزون طرفداری بیشتر داره ولی اپیکس بازا میفهمد ولی خدایش بازی با کامپیوتر خیلی حالش بیشتره تا با دسته به نظر من تنها بازی که با دسته مثلا میشه بازی کرد بازی استوریه فقط بازی آنلاین همه باید با کامپیوتر باشه که منم خصیصم فعلا کامپیوتر نخواهم خرید چون هدف بزرگتری دارم ولورانت من شنیدم بهزاد لیتو ولورانت بازی میکنه خیلی زیاد یه روزی که یاد بگیرم باهاش مسابقه میذارم وای چه بازی خفنیه قدرتی میزی من هیچی از این بازی نمیفهمم مرسی فکر کنم هدشات کرد این بنفشا چیه کسی میدونه چرا این بازی فقط واسه پی سیه مرسی استریمرها باید سعی کنن حتما صورتشون باشه اینجوری واسه جذب مخاطب بهتره ایس همه رو زد ایس همون رمپیج دوتاست فکر کنم این کیه؟ چی؟ نمیتونه اسمش بخونم نه کن دونی ها رو نزن دیگه نامردیه مرسی ایم چی جوری با وین من میزنن اینا؟ بانه دان عزیزم مادرش رو سرویس کردی اون دان هم دیگه نیست اون گانه رفت رست این پیس پر کرد؟ پیسیه دیگه 100% با پیسی میشه چه این ایمایی گرفت یه یا اپیکس باز هست چشاش جوریه نمیدونم ژاپنیه چینیه کجاییه ولی چشاش بادومیه اونم با وینگ من میزنه اصلا یه چیزایی میزنه آدم پراش میریزه من بعضی وقتا نگاه میکنم آدم شک میکنه به این پلیرها نمیشه آدم انقدر خوب باشه چون بهتر از من تو گیم وجود نداره من دو سالی که تو لس آنجلس داشتم واسه مسابقات جهانی خودم بچه بیا پایین چه نگوشه رو میداد گرفت بابا مرسی با آه طوفان یه بار دیدیمش ببین چه فرزه میره بالا بعد از پشت بده میاد پایین اونو میزن میره چپ اونو میزن فقط با کامپیوتر میشه اینجوری بازی کرد بزن مرسی آجی کل اسکواد رو داون کرد دمت گرم طوفان نمیدونم کی ولی دمت گرم این که از چپ شبیه فراد ایکس ریه ولی اسمش یه چیزی هست آجی همه رو زد همه رو زد خودش باورش نمیشه بره تو گل من خودم فکر کردم نمیره تو گل افشین 11-26 چرا 23 بازی میکنی افشین جان وای این دیگه سوپر گل بود داداش قربونه و ریشات برم شبیه محمد دوستم شدی کسی میدونه بهترین فیفا باز ایران کیه؟ من مطمئنم یا فیفا بود یا پسی ایرانی داریم تو مسابقات جهانی هم رفته ایرانی ها واقعا با استعدادن تو گیم واقعا بارها گفتم پینک خوب بود با استعدادترین پلیر ها رو ما داریم به به دلم واسه فورتنایت تنگ شد چند وقت بازی نکردم این چجوری نخورد به خاطر اینکه بیلدت یا اف پی اس بده چه میدونم پینگ خورد دیگه نه آقا نمیتو پرید روزا این بشر باید تو امریکن سنایپر بازی میکرد چند تا ویدیو ازش دیدم همه رو از دور میزنه تازه جالبیش اینجاست اگه با دقت نگاه کنید الان براتون میذارم اون خونه ای که دور بود پیکسلا نمیکشید به خونتش فکر کنم همون اف پی اس رپ داره من خیلی تو این چیزا حرفه‌ای نیستم فراد ایکس ری اینا فکر کنم با اونا وارزون بازی میکنه همیشه اوه اوه همه دیگه هم داداش فکر کنم صحنه تون شده وای من چیکار کردم واقعا دیگه سایدی دشمنا رو داشت از چیکارم بالاتر بود
32 تا آخه ناموسه تو. اوه مای گاد تراویس اسکات بود چیزش. چقدر ایونت تراویس اسکات حالا توی چیز توی فورتنایت. به به بازی مورد علاقه ما ایپکس. بعضی میگن اپکس، من میگم ایپکس. هم مطمئنم ایپکس تلفظ. یا علی کلیپش کن، کلیپش کن واسه بذار تو یوتیوب همه جا. چقدر خفن بود. من لایف لاین یه جوریه بدم میاد، نه که بس شخصیتش ها هی میکشه هی میاد ریوایو میده. اوف بنازم بازن تو بگازم. چی شد؟ چیز داره من میزنه میگه حرف قشنگی نیست استاد. چهارصد متر این یه رکورد اسنایپ محسوب شد. خب گایز اینم از استریمرهای عزیز کشورمون. امیدوارم هر جا اصلا موفق باشن. آیدیای همشون اون بالا زدم، امیدوارم راضی باشن از پخش ویدیوشون. و اینکه بریم سمت معرفی فیلم امروز. اسم فیلم امروز Midnight in the Switchgrass. بچه ها با بازی زیبای کچل جذاب بروس ویلیس و خانوم خیلی جذاب مگان فاکس، این عزیزده در کنار بروس ویلیس 60 ساله هنر نمایی کرده. بچه این فیلم همونجوری که معلومه جنایی اکشنه و فیلم خیلی زیبای تازه هم اومده، وقتای خالیتون رو میتونه به راحتی پر کنه در کنار دوست دختر جذاب یا دوست پسر قد بلند یا قد کوتاهتون. کامنت اول. ایده ویدیو: احمقانه ترین تبلیغات صدا سیما. پوتک جان عشق. احمقانه ترین تبلیغات صدا سیما رو نمیشه گیر آورد. ایده خیلی جذاب بود ولی هنوز دارم دنبالش میگردم ببینم میتونم پیدا کنم یا نه. و اینکه واقعا سخته، مثلا چجوری من احمقانه ترین تبلیغات صدا سیما رو پیدا کنم، بشینم از تلویزیون صدا سیما فیلم بگیرم. ایده عجیب ترین اختراعات تاریخ، علیرضا جوادی. همونجوری که معلومه امروز خواستم سه تا از ایده هاتون رو بخونم تا چند تا از نکاتی رو بهتون بگم که تو ایده نوشتن در کامنت ها رعایت کن. این ایده خیلی قشنگ بود علیرضا، حتما دارم ویدیوش میکنم، شک نکن. بچا ایده های موزیکی که میدید باید خیلی متفاوت باشه. موزیک به شدت یوتیوب روش حساسه و خیلی سریع از حقوق اون خواننده یا اون موزیسین دفاع میکنه. برای همین موزیک ساختنش خیلی سخته. باید ایده هاتون یه جوری باشه که زیاد تو اون ویدیو از موزیک استفاده نشه. ولی این ایده قشنگ بود، آفرین. یه ویدیو درباره منطقه 51 در آمریکا بساز. ایده یه ویدیو، موافقی لایک کن. ایول این ایده ها رو خیلی دوست دارم، فعلا نمیدونم قضیه منطقه 51 چیه، دارم در موردش تحقیق میکنم، اگه جذاب باشه حتما میسازم. بچه ایده هاتون خیلی قشنگه، خیلی از ایده هاتون رو نوشتم تا بتونم حداقل به این صورت مثلا من از ایده تون یه ویدیو بسازم، بعد اینجوری شما یه درآمدی کسب کنید، من بتونم یه کمکی به شما کنم، اینجوری هم خیلی بهتره، هم حداقل میدونم الان وضعیت ایران اونجوری نیست که باید باشه. خلاصه دیگه همه داریم اخبار رو میبینیم و این چیزا رو مشاهده میکنیم. به امید روزی که همتون و هممون به بالاترین نقاط زندگی برسیم، با بیشترین پول، بیشترین سلامتی و همه رویاهای سادهمون که رسیدن بهشون خیلی راحته، فقط ایران مثل زندان کرده برامون، به نتیجه برسه. این آرزوی قلبی من برای همتونه. عشقید. جذابیت یه مرد نه به فیسشه، نه به استایلشه، نه به پولش، به وایسادن روی حرفشه. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. Goodbye.